دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال خودتون خوش اومدین و نوکرات مو و چخلسات به حال یه تنوعی زدیم و برمیگردیم به اون روزایی که بچه اینجا رو خالی کرده بودم. اینجا بلند دوباره به اون روزها میخوایم برگردیم. یه کامنتی یکی از دوستان خوبم برام توی ویدیو قبلی گذاشته بود که احساس میکنم که کامنت نسبتاً به جایی بود، گفتم یه چند ثانیه باهاتون راجع بهش صحبت بکنم. کامنت گوش بود که حالا یه کامنت خیلی طولانی بود، یه جایی توش عنوان شده بود که آقا تو اخیراً خیلی مثلا منم میکنی و این دیگه واقعا از روی دوست داشتن میگفت و از روی دوستی که این منم ها دیگه رو نرو اعصاب ما و اینها. من خواستم به شما بگم بچه من واقعا اینکه اخیرا هی مثلا توی این مسابقه میگم حاجی من الان دیگه سلطان رپم و سلطان فلانم و اینا واقعا من مثلا جدی نمی کنم و اینا شوخیه. حالا مثلا لحن من، حالا اونه که یه مدت طولانی تو کانال من هستم، من یه وقت لحنم شوخی جدیش معلوم نیست. من واقعا من نه تنها اصلا ادعایی ندارم، بلکه من تو همین راکومتال که 20 چند سال شغلمه و زندگیمه هم ادعایی ندارم، چه برسه به رپ و بقیه مواردی که مثلا میگم آقا من سلطان هفت کثیفم و سلطان تخت نردم و اینا. اگرچه حالا شما داداش بیای مثلا لوله اینا میشی، ولی به هر حال که من ادعایی واقعا ندارم، مثلا منم یعنی ندارم، من واقعا منم ندارم، خداییش ندارم و اصلا چیزی هم نیستش. من اصلا معلومه که من مثلا تو رپ اصلا ابرشوتم، چه سلطانی، من این همه مسابقه یه دونه جواب نمیتونستم بدم. و اینا مثلا فازیه که ما با هم حال کنیم و شوخی باشه و یه ذره اون حالت جدی دست بده. و اگه من مثلا ناموفقم در این حالت شوخی و مثلا شوخیام همه دلچسب عذاب در نمیاد و همینجوری همش چپ و راست سوء تفاهم و ترمال بازیه، خب لطفا کامنت کنین که من همون رخ کاربندی خودمو بگیرم و الکی خودمو سبک نکنم و شوخیای مسخره‌ام نکنم، زایم نشم. شما هم فکر نکنید که مثلا من این وسط های منم و من فلان، نه واقعا من اصلا چیزی نیستش که من بخوام اصلا ادعایی بکنم، اصلا چیزی نیست، منم واقعا ادعایی نه. به هر حال که میریم با هم دیگه از الماس رپ فارس فیت خلصه ترک خدافظ رو مفصل با هم آنالیز و بررسی بکنیم. راکتوره چه غمگین شد و احتمالاً خدافظ با توجه به این کاور فوتو هم و اینها به نظر دیسلاو تور میاد. لا 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 لا. اون نوت آخر دیدین که نیم پرده از نوت روت اومده قبل گامو در بیاریم، خیلی آهنگایی که مهرات هیدن کار میکنه اگه ابر پیچ نباشه اوما خیلی خفن در میاد. چه یه ثانیه‌ای در اومد، اگر که منم نکنم شانسکی بود، یه ثانیه‌ای در اومد. و آهنگ در فادیز مینور هست که فادیز مینور بسیار درد داره، بر اساس مقالات شوبرت گام دردداریه، گام خشم و نارضایتیه، به حال شکست عشقی عمدتا توش نیست، ولی این تون و این اسم و این فضا به نظر شکست عشقی میخوره. به نظر میرسه که فادیز مینور و مهرات هیدن اینا بر اساس تون وکال انتخاب کردن، چون اینا عموما مونوتون هستن توی رپ، یه نوتی رو انتخاب میکنن که توش خیلی راحتن، بنابراین اون نوت یا روت یا سوم یا پنجم آکورد اصلی فادیز، این اساس رپ فارسیه. به حال که حالا ملودی چی میشد اگه ما در فادیز مینور باشه، میشه بنابراین غمگین نشدین؟ حال این تون مینور هارمونیک بسیار تون غمگینیه و با این کار شروع شد. یک کلینگیتار اووردرایو تور لوگن کرانچ
با پیکاپ بالا، صدا تونه، پیکاپ های سینگل کویله، احتمالا فندر تور. چی شد؟ حتی برای یه لحظه باری کلا اشتباه محضه، کم سن تو بچه لب خب چه کوبهی مشتی و چه لفت و رایتی و چه وکالی تو دو فاصله زیبایی مین و فاصله زیرو گوش کنی. تخته حتی برای یه لحظه اشتباه محضه، کم سن دوب 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 تو زده ضرب بیس چهارم دوب 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 بیس سوم اسخای میکنم. چقدر زیبا کم سن تو بچه، چه تونی لب خد لب مرزه، یه راکستار خسته کسی چی نمیترسه، راکستار انگار پاره کرده تصمه اون منم راکستار خسته. ایشون مگه الماس رپ فارسی داداش یه حالا منم نشه و این چیز نشه، ولی یه راک و متال رو دیگه داداش واسه ما نگه دار دیگه. شما الماس رپ نبودی دیگه، مادی تو راک و اینا یه راکستار خسته شدی، یه راکستار خسته اونم، نه راکستاری که تازه کاره. یعنی من اونقدر راکستار بودم که دیگه از راکستاری خسته شدم. راکستار خسته شدی داداش؟ لب خد لب مرز جیمز هتفیلد نمیه من راکستار خستم بعد از 50 سال. خودش راکستار خسته، یعنی حاجی من مثلا دیوید گیلمور اینا هستن. یه راکستار بچه اینا شوخی میکنم ها، اگه بیمزده است بگین شوخی نکنم، اینا الان واقعا شوخی کردم. راکستار خسته کسی چی نمیترسه. آقا من الان 4 تا تیکه به نظر خودم آخه تیکه ها مثلا با مزه اینا میاد، اگه مثلا اونا رو نندازم که دیگه فقط صرفا باید بگم دو ره فا دیز، شاید شما حال نکنین اون وقت. حالا اگه حال میکنی من خشک براتون از صبح تا شب سنگین، من که خودم دیدین اخلاقم اینا خیلی خشک سنگین برم یا خیس سنگین برم. تیکه ها خیلی خودش این از دست نمیدونم آقا، به نظرم با مزه نبود الان این. اصلا ببین شکست عشقی خوردم به خود کامنتو خوندم، گفتم من این همه مثلا فلبداهه شوخی میکنم و فکر میکنم خیلی خوب شوخی میکنم، ولی مثل که ضد حال شد. چی نمیترسه انگار پاره کرده تصمم، اون منم بهم گفت قبل رفتنت یه سر ببینمت، اگه رفتی بر نگشتی نه دلم نمیشکنه، تنها دوست من سو. یکی از زیبایی هایی که مهراد دیدن داره دانی نانی 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 نانی، اکسنت های کلمات تو غربی میشکونه. بعد تو ددارو دو ددادی دو دداری دادو دا، ما نمیگیم بعد تو، ما میگیم بعد تو، بعد تو ددا، میدونی چی میگم؟ غربی، ولی اکسنت های کلماتش به این صورته، این غربی میشکونه. جز اولین افرادی هم بود که در ایران غربی شکوند، خیلی هم زیبا و یه تون زیبا، یک هنجره پایین، یک فالس کورد ملو لاکار، بعضن دیستورشن های ملو لاکار و یه فرای همیشگی جنس داده خدا. قبل رفتنه یه سر ببینمه، اگه رفتی بر نگشتی نه دلم نمیشکنه، تنها دوست من سکوت مثل صبح جو. اینجا رو تو میکس یه جوری شد، اینجاش عجیبم از کمپرس نشد، یعنی یک نوا نشد، از این کلمه به قبل یه تونی رو وکال شنیدیم، یهو اینا کات میزنن دیگه، یه تک که نمیخونن تو استودیو کات، ولی نتونستن. تعجب میکنم یک نوا نشد، لول و جنس تون همه چیز، رنگ وکال دو با وکال، یعنی وکال این با دو ثانیه قبل یکی نشد. گوش کنین میشکنه تنها دوست،
گوش کنی. داشتی ندلم اینا گری کن. تنها دوست من سکوت مثل صبح جمعه ها گونه. اینجا یه مقدار فرق کرد. مثل صبح جمعه ها گونه لقت هر کی که حرف میزنه پشت ما. بدرود عزیزم تا یه دیدار دوباره. لبات بی نظیر بود نزاش راه چاره. خدافظ عزیزم اگه این آخرین باره. برام هیچ کی مثلت نمیاد دوباره. به به چه ملودی. درم دم درم دم درم 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 دم درم دم درم دم درم درم. خدافظ عزیزم. چرا خوشگل بود؟ چرا غمگین بود؟ آخرین باره برام هیچ کی مثلت. بله چقدر نرم و لطیفه نه؟ مثلت نمیاد دوباره. چشم من رو میره بگاه بقله یکی دیگه یه میکنی نگاه. هرچی ممنوع هست و میخوامش. چرا چرا فال شد؟ داشتیم کیف میکردیم با صدای خلصه. چه زده حالی شد. چه تونیان داره اینجوری چشان. بره بره برد بره بره بره. چه تونه توپی داره این خلصه. چرا فال شد؟ چشا منو میده بگو بقله یکی دیگه یه میکنی نگاه. هرچی ممنوع هست و میخوامش. چرا در سری سمتتم رفتن اشتا. اینا چرا همشون فال شن؟ دارن 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 دارن. اینا همه چرا فال شن؟ ما از مثلا رپرها مثل خلصه انتظار نداریم تیون بخونن، ولی از میکسمن کار که انتظار داریم فالشیو بعدن تو پروسس میکس درست کنه. چه زده حالی شد. چه قشنگ بود. نگاه هرچی ممنوع هست و میخوامش. چرا در سری سمتتم رفتن اشتباس. میخوام بدن تو فت کنم قله هاشو مسیر قلب تو من چون. بچه حالا من واقعا فالشی اعصاب و روان آدم میریز به همه. نوتا رو هم نمیفته اصلا. مغز آدم در سوت میکشه عصبی میکنه آدم ها. در 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 فقط همینا رو حق دارم بخونم. نه مثلا اینو. ای بابا میخوامش. چرا در سری سمتتم رفتن اشتباس. میخوام بدن تو فت کنم قله هاشو مسیر قلب تو من چون بلدم کل راشو. من توی اوتریا و میچی ریختم دو سه قاشق و تو هم احساساتت همه با این قرصه باشد. عجبا میگه بدن تو همه رو حفظم من چون بلدم کل راشو. کل راه بدن تو حفظم. عجب چیزایی میگم. اصلا تو وجود موجود آدم میره. من چون بلدم کنم قله هاشو مسیر قلب تو من چون بلدم کل راشو. مسیر قلب تو بلدم چون بلدم کل راشو. من توی اوتریا و میچی ریختم دو سه قاشق و تو هم احساساتت همه با این قرصه باشد. و خودت داغ قلبت یخی آیسی با دختر بدی ولی با پسر نایسی آیسی. همه پلاستیکی هنو تو شیک و کلاسی ولی یکم کم جنبم لباسو تو جبم. بچه حال کردم یه خوره روش برام هیچ کی مثلت نمی
گیتارکی به عشقتون روش بزنم چقدر باحال بود. خدا خود بی نزیزم تا یه دیدار دوباره، لبات بی نظیر بود نزاش راه چاره. خدافز عزیزم اگه این آخرین باره، برام هیچ کی مثلت نمیاد دوباره. سری سمت تن رفتن اشتباس، میخوام بدن تو فت کنم گله هاشو، مسیر قلب تو من چون بلدم کل راشو. من توی اوتریا من اوچی ریختم دست پاشو، با تو هم اساساتی تمه با این ورسه باشو. به خود دار قلب یخی آیسی، با دختر بری ولی با پسر نیسی آیسی، همه پلاسیکی هنو تو شیکو کلسی، ولی یکم کمی جنبم لباسا تو جبه تو صورت خنده. به خلصش خیلی خلصه. این دومین ترک دیس لاف توریه که ازش گوش میدم، یکی هم نخلا بود. خلصه همونقدر که خیلی جوک و خنده است، همونقدر هم قشنگ تو روانت رسوخ میکنه توی این فاز دیس لاف و تنهایی و غم. یعنی تو شیکو کلاسی کم کم جنبا لباسا تو جنبا. اینم که لیم لام لیم لام لیم لام لیم لام چی با حال نبا. لباسا تو جنبا صورت خنده، خوب خدافزی لحظه به جور عزیزم تا یه دیدار دوباره، لبات بی نظیر بود نزاش راه چاره. خدافز عزیزم اگه این آخرین باره، برام هیچ کی مثلت نمیاد دوباره. میکسم یه صدای سوتی رو میشنوم و گوش کنین کاملا یه نویز اشتباهه، یعنی یک سوتی میکسه. گوش کنین شنیدین دوباره؟ میکسمن این کار بسیار کارش بد بود. اولا که اون فالشی خلصه رو نگرفت، دوما که یه نویز کاملا. این کارش حواس مواسش احتمالا نبوده. نظیر بود نداشت راه چاره. خدافز عزیزم اگه این آخرین باره، و تمام. عجب ملودی نوی، چه ارنجمنت نوی، چه ساز کوبه‌ای نوی، چه ملودی و ریتم و تمپو، همه چیز خیلی نرم و لطیف بود. آهنگ زیبایی بود ولی دارای اشکال بود. آهنگ از نظر آهنگسازی فوق‌العاده بود، ریتم ملودی وکال فوق‌العاده بود، خط ملودی وکال فوق‌العاده بود، ترانه بسیار نرم و لطیف بود، فلو هر دو خواننده فوق‌العاده بود، رایم ها به نظرم بسیار دلنشین بود، ولی آهنگ در میکس
مشکل و ضعف داشت، ضعف عمده داشت. در نهایت من آهنگو نمیتونم بگم پسندیدم، چون که من یکی رو واقعا به شدت عصبی میکنه، فالشی. امیدوارم شما لذت برده باشیم، مواظب خودتون باشیم و خدا نگهدار.